مقاصد سرکوبگرانه خامنه ای از ایجاد قرارگاه کرونا بیش از پیش آشکار می شود. گزارشی داریم در این باره. به دنبال دستور خامنه ای به پاسدار باغری برای ایجاد قرارگاه سرکوب و جنایت و غارت تحت عنوان قرارگاه کرونا گزارش ها حاکی از بالا رفتن قلزت حضور نیروی نظامی و سرکوبگر در شهرهای مختلف است. یک گزارش از تبریز به همراه تصاویر زمیمه آن حاکیز که یک شنبه 25 اسفند نیروهای ارتش تحت امر ولی فقیه در خیابانهای اصلی شهر مثل آبرسان که تظاهرات اعتراضی مردم تبریز هم معمولا از آنجا شروع می شود مستقر شدند. این نیروها با ماشین های غیر نظامی در شهر رفت آمد می کنند و با پخش شعارهایی از بلندگو تلاش می کنند حضور خود در شهر را برای مردم عادی سازی کنند. شهروندان می‌گویند. هاستاران قصد دارند فردا یا پس فردا رزمایش گسترده‌ای در تبریز برگزار کنند. برخی دیگر از تصاویر منتشر شده بر روی اینترنت نقل و انتقال نیروهای ضد شورش رژیم در جاده اسفهان تهران از اسفهان به سمت تهران را نشان کاشان محش با میشه روز جمعه گذشته پاسدار باقری سرکرده ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در اولین اقدام خود اعلام کرد روال خلوت کردن فروشگاه ها و خیابان ها و جاده ها را در 24 ساعت سازماندهی خواهد کرد روال خلوت کردن فروشگاه ها خیابان ها جاده ها اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت عمر خلیفه ارتجا طی حکمی از سرکردگان و نیروهای ارتشی خواستار آمادگی هرچه سریعتر برای اجرای طرح رزمایش دفاع بیولوژیک با اولویت شهرهای قوم و رشت شده بود روزی یک شنبه یک سرکرده ارتش رژیم در استان گلستان از برگزاری رزمایش دفاع بیولوژیک در استان گلستان خبر داده بود. مقاومت ایران روز 23 اسفند اعلام کرد خامنه ای از فرط درماندگی با ناشیگری بسیار در توجیه مأموریت نیروهای مسلح رژیم برای مقابله با قیام به حربی احتمال حمله بیولوژیکی متوسل شد و گفت این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال حمله بیولوژیکی بودن این رویداد را مطرح کرده می تواند جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملی بیابساید.